درخواست ویزای توریستی کانادا یک کار حقوقی کاملا حرفه و تخصصی هست. چون چه سفر به کشور کانادا رو دارید لطفاً با تیم حقوقی دفتر من در کانادا تماس بگیرید. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز بیتا جهانگیر هستم کارشناس رسمی مهاجرت کانادا با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آموزش مهاجرت به کانادا و انواع ویزای کانادا در خدمتتون هستم امروز در خصوص برنامه پی کیو و اعتراضات به این برنامه و تغییرات اخیری که داشته باهاتون صحبت میکنم و در طول پاندمی سری تغییرات ایجاد شده در نحوه کار اداره مهاجرت کانادا و همینطور دفاتر نگاری یا وک در این خصوص هم شما رو روز خواهم کرد خب برنامه پی کیو هم که میدونید این اواخر تغییراتی رو که قبلا اعلام کرده بودن رو جامعه عمل پشوندن و با موج وسیع از اعتراضات کارگران خارجی و دانشجوها روبرو شدن در این تغییراتی که برنامه پی کیو اعلام کرده به این ترتیب بوده که البته همونطور که گفتم پاییز 2019 این تغییرات رو اعلام کرده بودن ولی هنوز مصوبه نشده بود ولی در این تغییرات به این ترتیب اعلام کردن که نیاز به سابقه کار بیشتری دارند قبلا یک سال سابقه کار بود برای کارگران خارجی الان تبدیل شده به 36 ماه سابقه کار در 48 ماه گذشته دانشجویان نیاز دارند که حداقل 12 ماه تا 24 ماه باید سابقه کار داشته باشن که بتونن روی این برنامه قرار بگیرن زبان فرانسه همسر متقاضی فقط نمیتونه با گذراندن کلاس های زبان فرانسه محک زده بشه بلکه باید در آزمونی که اداره مهاجرت کبک اون رو قبول داره باید مورد تایید قرار بگیره که معمولا نمره ب رو میخوان در تغییرات جدید همینطور تمام مدارج تحصیلی رو قبول ندارن قبلا تمام مدارج تحصیلی تمام رشته ها رو قبول میکردن ولی الان فقط 7 درجه دکترا هفت رشته دکتری رو قبول دارن 24 درجه فوق لیسانس و 65 لیسانس و 59 رشته تحصیلی از کالج رو قبول دارن بنابراین تمام رشته های تحصیلی متاسفانه در این تغییرات جدید دیگه مورد قبول نیستن خب این برنامه پی یکی از برنامه های خیلی خوب و سریعی بود که کلا از سال 2010 پایه شد در اداره مهاجرت کبک و خیلی هم خوب داشت مهاجر جذب کرد تا اینکه یه سری تغییراتی رو اعمال کردن و گفتن که میخوایم این تغییرات رو خیلی جدی بگیریم و در آینده اینها رو انجام بدیم این اولین باری هم نیست که ما میبینیم که اداره مهاجرت کبک به این صورت داره عمل میکنه خلف بعده میکنه و با زندگی مردم واقعا بازی میکنه در همین اعتراضاتی که اخیرا اتفاق افتاد خیلی از دانشجوها واقعا اعلام کردن و به صراحت گفتن اصلا علت این که ما کبک رو انتخاب کردیم برای تحصیل این بود که بعدا بتونیم از طریق پی کیو -E اقامتمون رو بگیریم اگر اینطور باشه بلافاصله کبک رو ترک میکنیم الانم کبک در وضعیت اقتصادی خیلی خوبی به سر نمیبره نیاز داره به کارگر خارجی نیاز داره به نیروهای جوان برای تحصیل کردن دانشگاه ها باید دانشجویان خارجی رو جذب بکنن بنابراین این تغییری که اخیرا اعمال کردن واقعا به خصوص در این دوران پاندمی واقعا نه وقت مناسبی بودش و نه تغییر به جایی بود به بود به هیچ عنوان تغییر خوبی نبود البته این اولین بار نیست که ما شاهد یک چنین رفتار خیلی عجیب و غریبی از اداره مهاجرت که هستیم دومین بارش هم نیستش اگر یادتون باشه در سال 2018 تقریبا چیزی نزدیک به 45,000 هزار پرونده رو کاملا معلق کردن در سال دو جون 2019 یعنی تقریبا پارسال در همین موقع ه هزار پرونده رو بنابراین با زندگی افراد بازی کردن توسط اداره مهاجرت کبک اولین بار نیست که داره اتفاق میفته و همینطور تا یه گزارشی که من تحقیق کردم و دیدم که گزارش های 16 اکتبر سال 2018 نشون میده که مهاجرها وقتی که مهاجرتشون رو اقامتشون رو میگیرن پس از اینکه مهاجرت کردن به کبک تمایلی برای ادامه زندگیشون در استان کبک ندارن معمولا به استانهای های البرتا میرن استان آنتاریو یا استانهای های بی سی بریتیش کلمبیا میرن و این جای هستش که اداره مهاجرت کبک یک سیستم کاملا یک پارچه نداره که طی سالیان متوالی به اون سیستم در با اون سیستم یک پارچه جلو بره و بتونه مهاجرت در واقع اعتماد مردم رو بکنه چون مردم به این ترتیب اطمینانشون رو از دست میدن خب حالا ببینیم که الان تکلیف این افرادی که روی برنامه پی کیو فایلشون رو باز کردن چه خواهد بود افرادی که روی پی کیو فایلشون رو باز کردن البته جا داره که توضیح بدم به خاطر این اعتراضات گسترده ای که داشتن بالاخره این وزیر جوان مهاجرت استان کبک مقدار کمی فعلا عقب نشینی کرد و گفت که افرادی که گرند فادر هستن یعنی بند گرند فادر بودن رو قرار داد فعلا میتونن با شرایط قبلی این برنامه پروندهشون رو بدن این به این معنا هستش که اگر پرونده شما باز هست در برنامه پی همچنان بر روی قوانین قبلی پرونده شما بررسی میشه و قوانین جدید شامل حال شما نمیشه ولی این رو یادتون باشه که زندگی و وقت خودتون رو, رو روی برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری نکنید که اداره مهاجرتش یک دفعه شما رو به این ترتیب سرپرایز میکنه و قوانین رو به این ترتیب وز میکنه که مقدارش هم ناعادلانه هستش. چون حتی فرانسوا لگو هم در پشتیبانی از حرکتی که وزیر مهاجرت کبک انجام داد در نهایت گفت که بله ما انسان هستیم و فعلا این بند گرند فادر رو قرار میدیم در قوانین که افراد بتونن اونهایی که پرونده باز هست ادامه بدن با قوانین قبلی اما مطمئن باشید که در آینده این نه چندان دور مجددا ما این قوانینی رو که الان داریم اعمال میکنیم و فعلا عقب نشینی کردیم در آینده حتما اعمال خواهیم کرد. بنابراین اگر می که وقت و پول و آینده خودتون رو روی برنامه کبک سرمایه گذاری بکنید حتما مطمئن باشید از اینکه آیا این برنامه کارآمد هست این برنامه باز میمونه چون چندین بار ثابت کرده حداقل به من کارشناس و مهاجرت این رو ثابت کرده که برنامه ای نیست که انسجام داشته باشه و برنامه ای که نیست که بتونه افراد, افراد بتونن روش زندگیشون رو قمار بکنن و روش حساب باز بکنن و این هم فعلا موقتا پیکیو رو داره با اون بند گرندفادر ادامه میده الان جا داره که توضیح بدم که متاسفانه در نهایت تأسف بسیاری از کارشناسان و وکلای مهاجرت ایرانی در وبسایت هاشون اعلام کردن که هر آنچه که قبلا تو برنامه پی کیو اعلام شده بود که باید تغییرات انجام بشه وزیر مهاجرت 100 درصد همه رو کنسل کرده نگران نباشید و دارن پرونده های جدید میگیرن اصلا اینطور نیستش که همه رو صد در صد کنسل کرده باشن شما میتونید به بهترین منبع شما در واقع وبسایت اداره مهاجرت کبک هستش به وبسایت اداره مهاجرت کبک مراجعه میکنید در این لحظه در این تاریخ در این ساعت همچنان قوانین قبلی وجود داره حتی این عقب نشینی کوچیکی هم که در واقع وزیر مهاجرت انجام داده حتی این به روز رسانی هم در وبسایت اداره مهاجرت کبک نیست ولی اه, کاملا درست هست یه مقدار کمی عقب نشینی کرده منتها شما نباید الان رو حساب این که یه سری کارشناسان میگن 100 درصد کاملا تموم شد کنسل شد این تغییرات پرونده های جدید بگیرین هنوز مشخص نیستش فعلا بر اساس بند گرند فادر افرادی که پرونده هاشون باز هستش میتونن بر اساس قوانین قبلی یعنی قبل از تغییرات اخیر پی کیو پرونده هاشون رو بررسی کنن واقعا جای تاسف داره که اه, واقعا نمیدونم چه اطمینانی رو بر اساس چه پشتوانه به متقاضیان به این صورت میدن که فقط و فقط بتونن پرونده از مردم بگیرن ولی خواهش میکنم که اگر میخواین که به کانادا مهاجرت کنین و برنامه استان کبک رو شما مد نظر دارید هر استان دیگه رو ولی کلا شما همیشه با اداره مهاجرت کبک همه چیز رو چک بکنید به وبسایتش مراجعه بکنید و ببینید که آیا این تغییرات الان اعمال شده آیا شما پرونده جدید پی میتونید بفرستید یا نه صحیح ترین منبع اطلاعاتی منبع اطلاعاتی که میتونه برای شما باشه اداره مهاجرت هستش وبسایت اداره مهاجرت اون استان مربوطه برای شما هستش خب قبلا برای شما در برنامه قبلی در خصوص ارایف کانادا اپ صحبت کرده بودم و چند ساعتی بود که این قانون تازه در اومده بود و من برای شما اون برنامه رو اون ویدیو رو منتشر کردم و به شما قول دادم که در ویدیوی بعدی در خصوص ارایف کانادا اپ بیشتر صحبت بکنم اگر به وبسایت فرودگاه پیرسون کانادا تورنتو مراجعه بکنید و حتی کانادا.ca مراجعه بکنید اطلاعات کامل ارایف کانادا اپ رو شما میتونید مشاهده بکنید این اپ رو اگر شما در گوشی خودتون ندارید و توی هواپیما نشستید و حتی تلفنتون میدونید که روی ایرپلین مود باید باشه در حالت پرواز باید قرار بگیره هم قابل دانلود شدن هست این قابلیت رو داره و این خیلی عالی هستش در واقع میتونم بهتون بگم که این اپ یک اظهارنامه الکترونیک هست به جای اینکه شما به کیوسکا مراجعه بکنید و بعد از اینکه پروازتون نشست و در اونجا اطلاعات رو تکمیل کنید خیلی راحت این اپ رو در گوشیتون دانلود میکنید و همینطور که تو هواپیما نشستید و هنوز وارد خاک کانادا نشدید اطلاعات رو وارد میکنید که دیگه در صفحه انتظار به مدت طولانی نیستید البته اگر افرادی هستند که گوشی تلفن همراه ندارن و یا افرادی هستن که امکان این رو ندارن که این اپ رو دانلود کنن یا حتی بتونن تکمیلش کنن همچنان در کیوسکای انتظار بایستن و این اپلیکیشن ها رو پر بکنن خب این اپ فقط کارش این نیست که اصحار نامه الکترونیک باشه بلکه اطلاعات سلامتی شما رو هم دریافت میکنه از شما اطلاعاتی نظیر این که شما در کجا ساکن خواهید بود آیا در قرنطینه خواهید بود یا نه و نظیر این رو دریافت میکنه و جالبه بدونید که وقتی که شما وارد کانادا شدید با اطلاعاتی که شما در اون اپ وارد میکنید اگر از شماره تماس هایی که روی صفحه تلویزیون اتاق فرمان اعتمالا قرار دادن براتون شما خواهید دید اگر از این دو شماره تماس شما تماسی دریافت کردین تلفن رو جواب بدین چون میخوان چک بکنن ببینن که شما در قرنطینه هستید یا خیر و همونطور که در برنامه قبلی هم گفتم قوانین قرنطینه کانادا رو بسیار جدی بگیرید چون تخطی از این قوانین میتونه جریمه های سنگین و حتی زندانی برای شما داشته باشه خب بعد از اینکه شما وارد خاک کانادا شدید همونطور که قبلا براتون توضیح دادم 14 روز قرنطینه اجباری هستش و سعی کنید که با هیچ کسی در تماس نباشید تا بتونید اون 14 روز رو سپری بکنید و بتونید به زندگی خودتون در کانادا ادامه بدید هنوز هم همچنان مرزهای کانادا تا این تاریخ به روی آمریکایی ها و فعلا سایر کشورها بسته هستش مگر اینکه در قانون استثناات قرار بگیرید اگر سفر شما به کانادا ضروری نیست فعلا حتی اگر ویزای کانادا هم در دست دارید نمیتونید وارد کانادا بشید بنابراین آژانس های مسافرتی عزیزی که در ایران هستین دفاتر غیر قانونی که در ایران دارین فعالیت میکنید حتی کارشناس های رسمی مهاجرت و وکلای مهاجرت لطفا فعلا از مردم پرونده نگیرید و با زندگی مردم فعلا بازی نکنید به خاطر اینکه الان فعلا مرزها بسته هستش و واقعا نمیتونید پرونده ای رو بگیرید و بگین که خب پرونده رو میگیریم حالا ببینیم تا چی میشه چون خیلی ها با دفتر تماس میگیرن میگن شما پول از ما بگیرین فعلا پرونده رو بگیرید حالا تا ببینیم چی میشه و این واقعا از نظر اخلاقی اخلاق حرفه ای اصلا کار درستی نیستش خب آخرین اطلاعاتی که میخوام بهتون بدم در خصوص اداره مهاجرت کانادا و نحوه کار اونها در دوران پاندمی یا بحران کرونا اگر هر گونه تغییری رو میخواید در اطلاعات پرونده خودتون اعمال بکنید آدرسی رو میخواین تغییر بدین یا هر چیزی رو حتما و حتما مطمئن باشین که از وب فرم استفاده بکنید دیگه نمیتونید گوشی رو بردارید به اداره مهاجرت تماس بگیرید و شماره پرونده تون یا بی نامبرتون رو بدید یا سی نامبر رو بدید و اطلاعات رو پای تلفن بدید الان تمام تغییرات فقط به صورت الکترونیک و از طریق وب فرم انجام میشه این یک تغییر هستش و تغییر بعدی اگر که الان لازم دارید که بر اساس درخواستتون باید شما انگشتنگاری انجام بدید در کانادا حضور دارید فعلا دفاتر انگشتنگاری و وک در کانادا کاملا بسته هستن و هیچ گونه انگشتنگاری انجام نمیشه البته در وبسایت اداره مهاجرت که وارد میشین این رو نوشته که اگر شما نیاز دارین به انگشتنگاری به وب فرم مراجعه کنید ولی وقتی وب فرم رو شما پر میکنید به شما این رو میگه که فعلا دفاتر وک تعطیل هستش و هیچ گونه انگوشنگاری نگاری انجام نمیشه خب قبلا برای مراجعه به دفاتر وک یا انگوش نگاری شما میتونستید بعضی از دفاتری که بهشون مراجعه میکردید مثل ترکیه بدون نیاز نیاز به تعیین وقت قبلی هم میتونستید انگوش نگاری رو انجام بدید ولی الان دیگه بدون تعیین وقت نمیتونید انگوش نگاری رو انجام بدید بنابراین اگر به دفتر وکی مراجعه میکنید که اون دفتر وکی باز هستش و انگشت رو انجام میده حتما باید به صورت الکترونیکی آنلاین حتما وقت انگشت رو دریافت کرده باشید تا مراجعه کنید چون اگر مراجعه کنید و بخواین حتی توی نوبت هم بیستید متاسفانه انگشت رو از شما انجام نمیدن این درخواست رو که اسم میبرم فقط و فقط دیگه به صورت آنلاین انجام میشه قبلا به صورت پیپر یا روی کاغذ هم انجام میشد درخواست های ویزای توریستی کاری و دانشجویی این درخواست ها دیگه به هیچ عنوان به صورت پیپر ورک انجام نمیشه و فقط به صورت آنلاین باید اونها رو بفرستین و سفرهای غیر ضروری فعلا به کانادا ورود صورت نمیگیره هرچند شما ویزای کانادا رو در دست داشته باشید همچنان وارد کانادا اجازه داده به شما نمیشه که وارد کانادا بشین حتی برای دیدن اقوامتون حتی برای زایمان اقوام نزدیکتون خواهرتون و اگر میخواین این کار رو انجام بدین متاسفانه با داشتن ویزای توریستی هم کشور کانادا به خاطر پاندمی شما رو نمیتونه پذیرا باشه ولی دقت داشته باشین که این شرایط موقت هستش و انشالله به زودی اینها برطرف میشه و درخواست های ویزای توریستی کاری و دانشجویی دیدم که هنوز داره توی خیلی از دفاتر در ایران در ترکیه دارن انجام, انجام میدن یعنی به راحتی دارن میگن میگیریم و پروسه میکنیم ببینید این یک تبلیغ میشه گفت ماهرانه کاملا غیرقانونی هستش یعنی از, به نوعی غیرقانونی چیزی رو نگفتن ولی به نوعی کارشون هم غیر قانونی است به, نوع نوعی غیر چیزی رو نگفتن چون تو وبسایت اداره مهاجرت نگفته که ویزاهای توریستی رو شما نمیتونید بفرستید میتونید بفرستید ولی در این دوران پاندمی مثلا اگر شما میگین دلم برای دوستم تنگ شده میخوام دوستم رو ببینم فکر میکنن به شما ویزای توریستی جواب مثبت میدن بنابراین وقتی که اون کارشناسی که نشسته توی دفترش میدونه که شما با جواب منفی روبرو میشید ولی پول رو از شما میگیره گارانتی 100 درصد هم به شما میده پس کارش غیرقانونی هستش توی وبسایت اداره مهاجرت گفته نشده صراحتا که پروسه نمیشه این درخواستا درخواستا پروسه میشه ولی وقتی شما علت دیدارتون این باشه در این دوران پاندمی شما با پاسخ منفی مواجه میشین خواهش میکنم قبل از اینکه درخواست بکنید برای انواع ویزاها ویزای توریستی دانشجویی یا ویزای کاری هر نوع ویزایی میخواین اقدام بکنید حتی بیشتر توی برنامه توضیح دادم برای مهاجرت استان کبک یا حتی استان دیگه میخواین مهاجرت بکنید یا درخواست ویزا بکنید لطفاً بخوانید بدانید و آگاهانه عمل بکنید صرفا به خاطر اینکه یک نفر به شما میگه بله الان میگیرن پرونده و الان پروسه میشه شما فقط روی این حساب نکنید حجت کلامی که فردی داره در خصوص مهاجرت شما رو مشاوره میده شما در وبسایت اداره مهاجرت اون استان باید برین ببینین حجت کلامش چی است چقدر درست میگه گفته هایی که این فرد داره خواهش میکنم که آگاهانه قدم بردارید و بدونید که وقت و پول شما ارزش داره اون امیدی که شما روی پرونده دارید که میتونید دوست دارید که به نتیجه برسه همه اینو ارزش داره و نگذارید که اینها رو به دست افراد سودجویی بسپرید که واقعا آینده شما براشون هیچ اهمیتی نداره خیلی ممنونم از اینکه با من در این برنامه همراه بودید حتما برنامه ها و ویدیوهای بعدی رو دنبال بکنید تا یک برنامه دیگه خدا نگه درخواست ویزای توریستی کانادا یک کار حقوقی کاملا حرفه‌ای و تخصصی هست چون چه قصد سفر به کشور کانادا رو دارید لطفاً با تیم حقوقی دفتر من در کانادا تماس بگیرید